پلیس ضد تروریسم انگلیس سند مربوط به تعریف افرادگرایی اسلامی را کنار گذاشت به گزارش شیرویوز به نقل از آناتولی پس از اعتراض گروه های حقوق بشری و مسلمانان پلیس ضد تروریسم انگلیس مجبور شد سندی را پس بگیرد که بر اساس آن اعتقاد به اینکه مسلمانان در برخی کشورها تحت ستم قرار دارند نشانه از افرادگرایی توصیف شده بود روزنامه مترو چاپ انگلیس این سند دوازده صفحه را که پلیس ضد تروریسم در جنوب شرق انگلیس تهیه کرده بود چاپ کرد و هدف از ارائه آن را نمونه هایی از برخی رفتارها دانست که میتواند افرادگرایان تلقی شود در این سند با تحت عنوان حفاظت از جوانان و بزرگسالان در برابر افرادگرایی ایدولوژیک تنظیم شده چندین گروه افراطی فهرست شدهاند در پی اعتراضات یکی از سخنگویان پلیس لندن گفت این سند تنها برای مخاطبان خاص تهیه شده که دیگه های محیطی را که در آن کار می درک می کنند به افزود ما مسئولیت داریم از افراد آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم